طب اسلامی یک بُعد جدیدی در درمان داره که مباحث ماورایی. ما توی روایاتمون مثلا یکی از علل بیماری ها رو گناه داریم. بله. گناه نه خوراکیه نه مزاج طرف رو به هم میریزه نه اتفاق خاصی میفته. شخص هم هرچی درمان کنه درمان نمیشه. خب یکیش مثلا عاق والدینه. وقتی که والدین از طرف راضی نیستن و همون دعای معروفی که تو مفاتیح هست، وقتی حضرت دید یه شخصی فلجه، گفتش چی شده این اتفاق برات افتاده؟ گفت من عاق والدین شدم، پدرم نفرینم کرد فلج شد. گفت برو حلالیت بده. گفت آقا مرده. حضرت فهمود که برو از مادرت بتر. گفت اونم مرده. حضرت فهمود که این دعا رو بخون بلکه اتفاق برات بیفته و برطرف بشه. لذا میبینه خیلی از بیماری هایی که ما دوچار شدیم خودش هم میدونه، اون هر چی دکتر بره و دوا بکنه بهبودی ایجاد نمیشه. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که فرزندشون اسماعیل دوچار تب شد، هر چی تدابیر انجام دادن، داروهای مختلف، تب پایین نیومد، رسیدن خدمت امام صادق علیه السلام، یبن رسول فرزندتون تب کرده. حضرت فهمود چون در روایات مختلف داریم درمان تب، حضرت نگو برید بهش فلان چیزو بدید. از توی کتابا ما نوشتیم 5-6 مورد، شاید بیشتر درمان تب داریم در روایات. حضرت هیچ کدومشو نفهمود، فهمود برید بهش بگید ببینید چه کرده. اومدن گفتن که پدرتون میفهمن که چه کردی این اتفاق برات افتاده. گفت امروز بچم اذیت کرد، تنبیهش کردم، زدم به دیوار برخورد کرد، جراحت دید. اومدن گفتن آقا بچه‌شو زده. خب بچه‌م سیده، نوه امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود حلالیت بطلب. از بچه حلالیت گرفت، بچه رو که راضی کرد، میگه تب کامل برطرف شد. لذا تمام بیماری‌ها درمانش به خوردن نیست یا پرهیز کردن. خیلی از بیماری‌های ما ریشه‌اش جای دیگه است که باید ریشه یابی بشه. انشاءالله.